دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و تو بهترین روزهای زندگیتون باشید. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با 10 دلیل عمده مرگ و میر در جهان صحبت کنیم. آرزوی تیم فارسی مدیا برای شما عزیزان سلامتی کامله، پس با ما همراه باشید و بیشتر مواظب خودتون باشید. 10 دلیل عمده مرگ و میر در جهان. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی در سال 2012، 10 دلیل عمده مرگ و میر در دنیا که اکثراً با سبک زندگی افراد نیز در ارتباط هستند، 51.5% از کل آمار مرگ و میر جهان را تشکیل می‌دهند. برای آشنایی با این 10 دلیل در ادامه با فارسی مدیا همراه باشید. همه انسان‌ها بالاخره زمانی طعم مرگ را خواهند چشید. با این حال می‌توانیم به نحوی طول عمر خود را با داشتن زندگی سالم، تصمیم‌گیری‌های مناسب در قبال فعالیت‌های آسیب‌رسان به بدنمان و انجام چکاپ‌های مستمر پزشکی برای حصول اطمینان از سلامت فردی افزایش دهیم. با همه اینها هنوز هم سطح پایین سواد، عدم دسترسی به پزشک و مشکلات مالی موجب شده تا مردم کشورهای در حال توسعه بنا به دلایل عدیده‌ای در معرض مرگ باشند، در حالی که چاقی مفرط و عدم فعالیت بیش از حد موجب مرگ و میر انسان‌های بسیاری در کشورهای توسعه یافته شده است. اکنون بعد از مقدمه‌ای که گفته شد، اجازه دهید مروری بر 10 دلیل عمده مرگ و میر در جهان داشته باشیم. مورد دهم، بیماری قلبی فشار خون بالا. 1.1 میلیون کشته، 2% از کل مرگ و میر دنیا. بیماری قلبی فشار خون بالا به ناراحتی قلبی ناشی از فشار خون بالا گفته می شود. بر اساس اطلاعات کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، بیماری انسداد شریان های قلبی یکی از دلایل بالا رفتن فشار خون است. به این ترتیب که موجب تنگ شدن رگ های خونی کوچکی می شود که وظیفه انتقال خون و اکسیژن به قلب را دارند. دلیل دیگر بروز این بیماری نارسایی قلبی است که طی آن قلب توانایی پمپاژ خون حاوی اکسیژن به بدن را از دست می دهد. آخرین دلیل که موجب افزایش فشار خون می شود، بزرگ و ضعیف شدن عضلات قلب است که در این صورت قلب دیگر نمی تواند خون کافی به نقاط مختلف بدن پمپاژ کند. به گفته سازمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، از هر 3 بزرگسال در آمریکا 1 نفر مبتلا به بیماری قلبی فشار خون بالا است. طبق اطلاعات سازمان اتحاد جهانی قلب، 1 میلیارد نفر در جهان از بیماری فشار خون بالا رنج می‌برند که 2/3 این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. از آنجایی که در این کشورها دسترسی به امکانات پزشکی سخت‌تر از جاهای دیگر است، زندگی این افراد بیشتر از دیگران در خطر است. به گفته سازمان مرکز و کنترل پیشگیری بیماری در آمریکا، تا سال 2013 حدوداً 360 هزار فقره مرگ بر اثر فشار خون بالا گزارش شده است. طبق اطلاعات منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت، فشار خون بالا دلیل مرگ نیمی از کسانی است که به بیماری‌های قلبی مبتلا بودند. بریم سراغ مورد نهم، تصادفات رانندگی. 1.3 میلیون کشته، 2.2% از کل مرگ و میر جهان. طبق آمار منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی در سال 2013، حدوداً 1.25 میلیون نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند. چنین تصادفاتی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در افراد 15 تا 29 سال به شمار می رود. جراحات ناشی از تصادفات رانندگی نیز 9 دلیل اصلی مرگ و میر بین تمام گروه های سنی در سطح جهان است. به گفته سازمان بهداشت جهانی، در کشورهایی که میزان درآمد پایین است، 24.1 فقر مرگ از هر 100,000 نفر گزارش شده است. در کشورهایی که سطح درآمد آن متوسط ارزیابی می شود، میزان مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده‌ای 18.4 مورد بر هر 100,000 نفر و این تعداد در کشورهای در حال توسعه 9.2 نفر از هر 100,000 نفر است. آفریقا با 26.6 فقر مرگ از هر 100,000 نفر بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای را داشته است. این میزان برای اروپا 9.3 مورد مرگ از هر 100,000 نفر است که کمترین تعداد کشته در سوانح جاده‌ای را در کل جهان داشته است. مورد بعدی، دیابت. 1.5 میلیون کشته، 2.7% از کل مرگ و میر جهان. دیابت زمانی اتفاق می‌افتد که لوزالمعده نمی‌تواند انسولین کافی ترشح کند یا زمانی که بدن توانایی به کارگیری مؤثر انسولین تولید شده در خود را ندارد. هورمون انسولین وظیفه تنظیم قند خون در بدن را دارد. بهترین راه برای عدم ابتلا به دیابت، حفظ وزن طبیعی بدن و پرهیز از عادت‌های ناسالم مانند کشیدن سیگار و کم تحرکی است. بنابر اطلاعات منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی در سال 2014، میزان 9% از بزرگسالان 18 سال و بزرگتر مبتلا به دیابت بودند. در سال 2012، حدوداً 1.5 میلیون نفر
جان خود را بر اثر بیماری دیابت از دست دادند که 80% از این تعداد در کشورهایی زندگی می‌کردند که میزان درآمدشان پایین و متوسط ارزیابی می‌شد. بر اساس گفته سازمان انجمن دیابتی آمریکا، دیابت هفتمین دلیل اصلی مرگ و میر مردم آمریکا در سال 2010 بوده است. طبق گفته سازمان بین‌المللی دیابت، در سال 2011 تعداد 4.6 میلیون نفر جان خود را بر اثر دیابت در سراسر جهان از دست دادند. بریم سراغ مورد هفتم، اسهال. 1.5 میلیون کشته، 2.7% از کل مرگ و میر دنیا. بیماری اسهال با تخلیه آب بدن موجب مرگ بسیاری از انسان‌ها می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، اسهال روزانه 2195 کودک را به کام مرگ می‌کشد. این میزان بیش از مجموعه بزرگ مرگ و میر است که از ایدز، مالاریا و سرخک ناشی می‌شود. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، بیماری اسهال در سال 2012 موجب مرگ 1.5 میلیون نفر در سطح جهان شد که یکی از دلایل عمده مرگ و میر در دنیا است. بر اساس گفته مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، عدم رعایت بهداشت و نوشیدن آب آلوده از جمله دلایل 88% از مرگ و میر ناشی از بیماری های اسهالی است. بیماری اسهال می تواند از طریق استفاده از ابزار آلوده، غذا یا اشیایی منتقل شود که در تماس با مدفوع آلوده بودند. رعایت بهداشت، دفع مناسب مدفوع و مصرف آب سالم می تواند از ابتلا به اسهال خونی جلوگیری کند. طبق گفته یونیسف، با این حجم بزرگ از بیماران که در آفریقا و آسیای جنوبی وجود دارد، نرخ ابتلا به اسهال در سطح جهان 2.5 میلیارد نفر در سال است. مورد ششم، ویروس HIV و ایدز. 1.5 میلیون کشته، 2.7% از کل مرگ و میر جهان. ویروس نقص ایمنی انسان یا HIV به سیستم دفاعی بدن حمله می کند. در پی این حمله، ویروس HIV گلبول‌های سفید فرد مبتلا شده را می کشد که در این صورت بیمار به راحتی در معرض هر گونه بیماری و عفونت قرار می گیرد. با گذشت زمان HIV پیشرفت کرده و به بیماری ایدز یا همان نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی تبدیل می شود. بدن فرد مبتلا به ایدز بسیار ضعیف می شود و در نتیجه نمی تواند در مقابله با بیماری ها و عفونت ها مقاومت کند. بر اساس گفته سازمان بهداشت جهانی، در سالهای 2012 و 2013 حدوداً 1.5 میلیون نفر در جهان جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس HIV از دست دادند که این میزان 2.7% از کل مرگ و میرهای دنیا را تشکیل میداد. طبق گفته اورت که یک سازمان خیریه برای مبتلایان ایدز در بریتانیا است، 70% از بیماران مبتلا به ویروس HIV در آفریقای سیاه زندگی می‌کنند. آفریقای سیاه اصطلاحی است که برای مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا به کار می‌رود. با این حال، طی سال‌های اخیر درمان‌هایی برای مقابله با این ویروس کشف شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی، چنین درمان‌هایی موجب جلوگیری از مرگ 7.6 میلیون نفر از سال 1995 تا 2013 شده است. مورد پنجم، سرطان‌های ریه، نای و نایژه. 1.6 میلیون کشته، 2.9% از کل مرگ و میر جهان. سرطان در پی رشد بی‌رویه سلول‌های رخ می‌دهد که با پخش شدن در کل بدن معمولاً موجب مرگ بیمار می‌شود. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی، مجموع تمامی سرطان‌ها 8.2 میلیون نفر را به کام مرگ کشانده است که این میزان 13% از کل مرگ و میرهای جهان را تشکیل می‌دهد. سرطان‌های ریه، نای و نایژه به تنهایی موجب مرگ 1.6 میلیون نفر در سال 2012 شد. این میزان در سال 2000 حدوداً 1.2 میلیون نفر بوده که افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس گفته مرکز و کنترل پیشگیری بیماری در آمریکا، بیش از هر سرطان دیگری مردم عمدتاً بر اثر سرطان ریه جان خود را از دست می‌دهند. شایان ذکر است که 85% از علل ابتلا به سرطان ریه در این کشور به علت استعمال دخانیات رخ می‌دهد. بنا به اطلاعات منتشر شده از مرکز کنترل پیشگیری بیماری، در سال 2012 تعداد 157423 نفر فقط در آمریکا جان خود را به علت ابتلا به سرطان ریه از دست دادند. طبق گفته مؤسسه ملی سرطان آمریکا، 60% بیمارانی که اخیراً به سرطان مبتلا شدند در آسیا، آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی هستند. همچنین 70% از مرگ و میرهای ناشی از سرطان در سطح جهان نیز در همان مناطق رخ می‌دهد. بریم سراغ مورد چهارم، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی. 3.1 میلیون کشته، 5.5% از کل مرگ و میر جهان. طبق گزارشی که سازمان بهداشت جهانی در سال 2012 منتشر کرد، عفونت دستگاه تنفسی تحتانی شامل التهاب ریه، مرض سل، آنفولانزا برونشیت، التهاب نایژه و غیره موجب مرگ 3.1 میلیون نفر
در سطح جهان شده است. در میان کودکان زیر 15 سال، یک نفر از هر 100 نفر بر اثر عفونت دستگاه تنفسی تحتانی جان خود را از دست دادند. آلودگی های هوای داخل و خارج از خانه بر اثر مصرف دخانیات، استفاده از سوخت های جامد و عدم رعایت بهداشت همگی از دلایل ابتلا به عفونت دستگاه تنفسی تحتانی هستند. مطالعات گذشته نشان می‌دهد 36% از دلایل ابتلا به این بیماری در پی استفاده از سوخت های جامد مانند دود ناشی از سوزاندن چوب به وجود می‌آید و 1% از بیماری های تنفسی از آلودگی های بیرونی نشأت می‌گیرند. در اروپا آلودگی های داخل خانه که در پی استفاده از سوخت های جامد به وجود می آید دلیل مرگ 4.9% از تمامی مرگ و میرهای اتفاق افتاده در این قاره است. همچنین آلودگی های داخلی موجب کاهش عمر 3.1% از کودکان زیر 4 سال می شود. بیماری های تنفسی مانند التهاب ریه موجب مرگ 1.2 تا 1.5 میلیون نفر از کودکان زیر 5 سال شده است که 99% از این تعداد در کشورهای در حال توسعه زندگی می کردند. مورد سوم، بیماری مزمن انسدادی ریه 3.5 میلیون کشته، 5.6% از کل مرگ و میر جهان. بیماری انسداد ریه که معمولاً مقارن با برونشیت مزمن یا آنفیزم رخ می‌دهد، یک بیماری مزمن ریوی است که موجب انسداد راه هوا در ریه و التهاب و گرفتگی آن می‌شود که در نتیجه آن بروز مشکلات تنفسی است. طبق اطلاعات منتشر شده از انجمن مشکلات ریوی آمریکا، بیماری مزمن انسدادی ریه قابل درمان نیست، اما می توان با مراقبت و مدیریت از پیشگیری آن جلوگیری کرد. 11 میلیون نفر در آمریکا از این بیماری رنج میبرند. از جمله دلایل اصلی ابتلا به بیماری می توان به استعمال دخانیات، آلودگی در خانه و محل کار اشاره کرد. طبق گزارشی که سازمان بهداشت جهانی در سال 2012 منتشر کرد، بیماری مزمن انسدادی ریه دلیل مرگ 3.5 میلیون نفر در سطح جهان است که این میزان برابر با 5.6% از کل مرگ و میرهای دنیا است. بنا به اطلاعات منتشر شده از سازمان مرکز و کنترل پیشگیری بیماری، این بیماری در سال 2011 سومین دلیل اصلی مرگ و میر در آمریکا بوده است. بیماری مذکور در بریتانیا سالیانه 25 هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند. با این حال، طبق اطلاعات رسیده از سازمان بهداشت جهانی، بیشترین تلفات ناشی از بیماری مزمن انسدادی ریه در کشورهایی است که میزان درآمدشان کم و متوسط است. بریم سراغ مورد دوم، سکته مغزی 6.7 میلیون کشته، 11.9% از کل مرگ و میر دنیا. سکته مغزی زمانی رخ می‌دهد که خون کافی به بخشی از مغز نرسد. وقتی فردی سکته می‌کند، اکسیژن به سلول‌های مغز نمی‌رسد و در نتیجه این سلول‌ها شروع به مردن می‌کنند. سپس کنترل اعضای بدن از دست می‌رود که توسط مغز انجام می‌شود. طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی، سکته مغزی در سال 2012 جان 6.7 میلیون نفر را در سراسر جهان گرفت. سازمان مرکز و کنترل پیشگیری بیماری اعلام کرده در آمریکا سالیانه 795 هزار نفر سکته مغزی می‌کنند که 130 هزار نفرشان می‌میرند. سالیانه 6 میلیون نفر در جهان سکته مغزی می‌کنند. 5 میلیون نفر از این میان زنده می‌مانند که هر یک به نحوی فلج یا معلول می‌شوند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید این عارضه دومین دلیل اصلی مرگ و میر در افراد بالای 60 سال است. میزان مرگ و میر سالیانه ناشی از سکته مغزی از مجموع مرگ و میر ناشی از ایدز، مرض سل و مالاریا بیشتر است. بریم سراغ مورد آخر، بیماری انسداد شریان‌های قلبی 7.4 میلیون کشته، 13.2% از کل مرگ و میر جهان. بیماری انسداد شریان‌های قلبی یا انسداد سرخرگ‌های قلب زمانی اتفاق می‌افتد که چربی و مواد کلسترولی در شریان‌های کرونری جمع شده و از وارد شدن خون به قلب جلوگیری می‌کند. چنین انسدادهایی از رسیدن اکسیژن و مواد مغذی به عضلات قلب جلوگیری می‌کند و مانع عملکرد صحیح قلب می‌شود. در نهایت بخش‌هایی از قلب که از رسیدن اکسیژن و مواد مغذی محروم شده‌اند می‌میرند و این موضوع موجب حمله قلبی می‌شود. طبق مطالعات انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 2012، انسداد شریان‌های قلبی سالیانه جان 7.5 میلیون نفر را در سراسر جهان می‌گیرد. در بریتانیا سالیانه 73 هزار نفر بر اثر حمله قلبی می‌میرند، در حالی که در آمریکا حمله قلبی سالیانه جان 370 هزار نفر را می‌گیرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، از سال 1990 تا 2010 در خاورمیانه و آفریقای شمالی مرگ زود هنگام ناشی از حملات قلبی تا 44% افزایش داشته است. استعمال دخانیات، مصرف غذاهای کلسترول بالا، استرس، فشار خون بالا، دیابت، چاقی شکم، ورزش نکردن و مصرف مشروبات الکلی همگی از جمله دلایل ابتلا به بیماری انسداد شریان‌های قلبی محسوب می‌شود. متشکرم که همراه فارسی مدیا در یوتیوب بودید. امیدوارم اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشتیم براتون کافی بوده باشه. شب و روزتون خوش.